سلام، من سامان اربابی هستم. این آنتن 16 همه به برنامه خوش اومدید. این قسمت برنامه میریم به خبرهای داغ هفته. میدان نقش جهان اصفهان به خاطر ساخت و سازهای شهری و عبور مترو از لیست آثار جهانی یونسکو خارج خواهد شد. ناظران بر این باورن که جای نگرانی نیست و میشه به جای میدان نقش جهان که فقط 400 سال قدمت داره از یونسکو تقاضا کرد تا مجلس خبرگان رهبری رو به لیست میراث جهانی اضافه کنه، چرا که با احتساب مجموع سن اعضای خبرگان ثابت میشود که این قدیمی ترین مجموعه مجسمه های موجود در جهان است. بخشی از سخنان آیت الله خامنه ای در دیدار با دانشجویان که در آن ایشان گفته بودند من استالین نیستم، توسط صدا و سیما و سایت شخصی خود رهبری سانسور شد. کارشناسان ضمن تایید استالین نبودن ایشان خاطر نشان کردند که استالین اقلن حرفای خودش رو دیگه سانسور نمی کرد و حداقل در مورد خودش به آزادی بیان اعتقاد داشت. به گزارش کیهان با تبدیل صندوق تأمین اجتماعی به سازمان تأمین اجتماعی حکم برکناری سعید مرتضوی بی اثر ماند و ایشان عملاً در مقام خود ابقا شد. کارشناسان معتقدند با پیروی از این الگو میشه با تغییر نام کشور از جمهوری اسلامی به شرکت سهامی خاص و با انتصاب مدیرعامل و هیئت مدیره مادام العمر موزل حق تعیین سرنوشت مردم رو هم یک بار برای همیشه حل کرد. محمد رضا تابش، خواهرزاده محمد خاتمی و نماینده مجلس گفت اصلاح طلبان برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری منتظر چراغ سبز حاکمیتند. کارشناسان اما معتقدند با توجه به اینکه پس از انتخابات سال 88 اصولا رنگ سبز توسط حاکمیت ممنوع شده، اگر روزی روزگاری حاکمیت بخواد به کسی چراغ بزنه قطعا اون چراغ به رنگ قرمز خواهد بود. علی اکبر حیدریفر، قاضی کهریزک که به اتهام تیراندازی و حمل مواد مخدر و نگهداری اشیاء عتیقه با شکایت مردم بازداشت شده بود، بدون هیچ گونه رسیدگی قضایی آزاد شد. ناظران اعلام کردند آزادی حیدریفر نشان از رأفت آقای لاریجانی داره و وقتی قوه قضاییه که یک متهم به قتل رو که در زمینه قاچاق هم فعاله و هم به روی مردم افتیر میکشه رو مورد مسئولیت قرار میده و آزاد میکنه، پس حتما امثال نسرین ستوده و شیوا نظرآری و مجید توکلی و منصور حسانلو و یه دو جن دیگه از فعالین اجتماعی دانشجوی سیاسی خیلی 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 خلافشون سنگین‌تر بوده که هنوز تو زندانن. و دست آخر این که علی آبادی، رئیس کمیته المپیک، ساختمان اداری و 5000 متر زمین‌های متعلق به کمیته المپیک رو به افراد ناشناسی فروخت. ناظران معتقدن علی آبادی به منظور درآمدزایی در آینده احتمالاً تیم وزنه‌برداری و کشتی فرنگی ایران رو هم خواهد فروخت و حتی حاضر تیم ملی فوتبال رو هم بفروشه، که البته فعلا با این بازی‌ها کسی مشتریش نیست. شاد باش به مناسبت چندمین میلاد پرسعادت این عید خجسته ملکوتی، ورز تسلیت به خاطر فاجعه جانگاه زایعه جبران ناپذیر. به شما هم میهنان عزیز، مخصوصا دوستداران برنامه های خبری، بلخص علاقمندان به خودم سلام عرض میکنم. مهمترین عناوین خبری: سعید جلیلی به منظور انجام مذاکرات مهمی وارد استانبول شد.
وی در بعد به ورود مورد استقبال گرم و برادرانه و دوستانه و صمیمانه و یک آقای قرار گرفت که متاسفانه تصاویر آن در دست نیست. سردار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در سخنانی گفت حضور نیروهای قدس سپاه در سوریه به معنی دخالت در امور این کشور نیست. به دنبال این عدم دخالت، پیکر یکی از سرداران سپاه پاسداران که در دمشق در حین زیارت به مقام شهادت رسیدند دیروز در تهران تشییع شد. یک نماینده بی اعصاب مجلس در سخنان قرایی گفت پس چه باید بکنیم؟ ما اومدیم اینجا چیکار بکنیم؟ ما اومدیم همین کارا رو انجام بدیم، یا نباید تو این خونه اومد، یا باید آداب این خونه رو رعایت کرد. بله، همونطور که دیدید عربده کشیدن جزو آداب این خانه است. اما همونطور که هفته پیش هم در گزارش اقتصادی ویژه برنامه خبری آنتن مشاهده کردید، وضعیت اقتصادی به همت نوابغی چون دکتر بهمنی، دکتر حسینی و از همه نابغه تر دکتر سید محمود احمدی نژاد هر روز در حال جهش و توسعه است. اما یک ضرب المثل چینی میگه آب که گلالود میشه قورباغه سر بالا میره. به راستی چه کسانی از بحرانی شدن شرایط اقتصادی سود میبرند؟ و چه کسی بهتر از یک تاجر متعهد، مردمی و ساده زیست برای روشن کردن شرایط؟ آقای اسدالله عسکر اولادی، عضو مادام العمر اتاق بازرگانی و کسی که به گفته مجله فوربس جزو ثروتمندترین ایرانیان معاصر است. ایشون در مورد سیستم بانکی میفرمایند من اصلا با این سیستم که ما بانک ها رو شریک خودمون بدونیم و قسمت اعظم درآمد رو به بانک ها بدیم و بانک ها هم اونطور که باید شاید من ازشون راضی نیستم. بله، چرا حکومت باید با بانک ها شریک بشه؟ مگه بانک ها کی هستن؟ بانک ها فقط جایی هستن برای پرداخت قبض های بی خودی. حالا اینکه پول مردم تو بانک و دولت داره با پول مردم کار میکنه، آیا دلیل میشه که مردم و بانک ها شریک به حساب بیان؟ ایشون حق دارن که راضی نیستند. دلیلش هم ساده است، چون نمیشه با کسی شریک شد اگر کاری بخواد 60% سود داشته باشه. نه، کاری بخواد 60% سود داشته باشه یعنی مصرف کننده باید بهش تحمیل بشه. بالاخره ما از مصرف کننده باید به نوعی بگیریم، یعنی گرون فروشی باید. بالا خب، به مصرف کننده تحمیل میشه. البته واقعیت اینه که دنیای تجارت دنیایی است پر از رقابت. رقیب میفروشه، برای رقیب بهره 3%، برای بانک 4%، برای بانک من 20%. تونستم رقابت کنم در کار صادراتم با رقبا. چرا من درست به اصطلاح 3 بار یا 4 بار صادر کننده نمونه شدم؟ بله. یه بانکی اومد به من گفتش میخوام اینقدر بهت وام بدم. گفتم وام میخوای به من بده؟ چرا خودت وام لازم داری بهت بدم. بله، با بهره بانکی 20% چطور میشه هم رقابت کرد با رقیب خارجی و هم صادر کننده نمونه شد و هم به بانک ها وام داد؟ اونم نه شرکت یا بنیاد یا کارتل نفتی، بلکه یک نفری. جواب در رانت یا زد و بند و این شایعات نیست. جواب در شجاعت و نترسیدن از بحران است. از این بحران نترسیم. این بحران امتحان خداوندیه. ما این امتحان رو باز به خوبی ازش بگذاریم و عبور کنیم. که میتونیم؟ من بحران واقعا میتونیم آقای عسکری؟ قطعا میتونیم. چه جوری میتونیم؟ مدیریتمون باید از این که هست بهتر بشه. چطوری میتونیم؟ مدیریتمون باید بهتر بشه. یعنی مدیریت خدایی نکرده زبونم لال جهانی آقای دکتر سید محمود احمدی نژاد رو بهترم مگه میشه کرد؟ خب چیکار باید بکنیم آقای صادر کننده یه نمونه پولدارترین مرد ایران؟ چیکار باید بکنیم در مدیریت؟ من نمیتونم بگم چیکار باید بکنیم. اما سوال اینه، علت این که دبی نرخ دلار تو ایران رو تعیین میکنه چیست؟ علتش اینه که وقتی بانک مرکزی ما صبح ساعت 8 نمیتونه تصمیم بگیره که چیکار کنه، اونا تصمیم میگیرن. اونا 11 خواب بیدار میشن، 11 میان پشت میز تصمیم میگیرن. باور کنین اولین معامله که در دبی میشه معامله تهران شروع میشه. خب اونها اگر ساعت 11 زحمت تصمیم گیری رو انجام میدن، واقعا دیگه لزومی نداره مسئولین ما صبح به این زودی ساعت 8 بیدار شن. از نظر من باید تا 12 تو تخت بمونن. از نظر من بس از برگرده به 1600 تومان. این غلط، این از 2400 تومان خیلی بده. من اصلا دوست ندارم. منم اصلا دوست ندارم. راه حل چیه؟ اولین کاری که صرفه جویی کنیم. من به همه بینندگان میگم این همه سفر نریم. مسافرین خارج از کشور راحت. مسافرین خارج از کشور راحت.
خلاص. ایشون خیلی طرفدار صرفه‌جویی و سفر نرفتن هستن. حتی عید همین سال که در فرودگاه هیترو لندن مسابقه کردن هم گفتن که مردم باید صرفه‌جویی کنن. البته نگفتن لندن چی کار میکردن. اول سفر زیارتی به جای خود لازم. بقیه سفرات زیاد ضرورت نداره. نه. ایشون رفته بودن لندن زیارت. وگرنه بقیه سفرها که ضرورت نداره. من تاجر. حالا غیر تاجر. من تاجر حق ندارم بیش از سال یه دست لباس داشته باشم. حتی اکثر دو دست. بسمه. ما الان باید مقاومت کنیم. خانوما رو باشه توصیه میکنم واقعا خانوما چون بیشترین لباس خانوما کم کنیم. خانوم ها خواهش میکنم به توصیه ایشون گوش کنید. لباساتون رو کم کنید. ببینید ما سالی من رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایرانم. من هم رئیس اتاق خبر برنامه خبری آنتن هم. در عین حال اتاق ایران چین هم هستم. آه خب. ما در اتاق ایران چین از مبادی ورودی مونه نمیاد. میاد تو موادی ورودی اشکالاتی که داریم من موادی برمیگردونیم. مرز غیر مجازمون نتونستیم کنترل کنیم. به ختم کلام این بحث که توسط همکارم بیان شد دقت کنید. آقای دکتر شیبانی رئیس کل اسواق بانک مرکزی یه بار خصوصی به من گفت. الان سفیر در اتریش. گفتش که بانکای ما شبهناک، من پول تو بانکامون نمیذارم. رئیس کل بانک مرکزی. رئیس کل بانک مرکزی. بینندگان عزیز به دکتر سید پیام بازرگانی توجه بفرمایید. محصولی دیگر از شرکت قضایی قالیبی بصیرت، سازیس خودجوش. بعد از مراسم آتش زدن پرچم، بعد از محکومیت و حتی بعد از حمایت، در یک هوای داغ چی میچسبه؟ ساندیس خودجوش. ساندیس خودجوش انرژیزا. ساندیس خودجوش مکمل خوبی برای تیک تاک و کیک یزدی، مناسب برای جشن ها و مهمانی های شما. ساندیس خودجوش در طعم های دیوار سفارت. پرچم آتشین. امر به معروف. و کفیه احمد خاتمی. ساندیس خودجوش مجانی. با خوردن ساندیس خودجوش دیپلم نگرفته دانشجو شدید. مرکز پخش تهران، خیابان پاستور. بینندگان عزیز، بحران وحشتناکی که دیپلماسی کانادا را امروز فلج کرده و این کشور را تبدیل به بدبخت‌ترین کشور دنیا کرده موضوع بحث امروز ماست. در خدمت آقای دکتر از مرکز دکترین سیاست خارجی هستیم. با سپاس که دعوت ما را پذیرفتین. من به شما سلام میکنم. ممنون از دعوتتون. در خدمتم. آقای دکتر، در میز گردی که البته دراز بود بیشتر، دکتر ایزدی که یکی از سنگین ترین و برجسته ترین کارشناسان مسائل دیپلماتیک جهان هستند، از کلماتی چون جنگ در مورد کنفرانس اخیر استفاده کردند و گفتند در یک جبهه ما پیروز شدیم. در یک جبهه ما پیروز شدیم. جبهه اجلاس پیروز شدیم. اون طرف خودشو بازسازی کرد و الان دوباره داره برنامه‌هاش رو اجرا میکنه. بله، واقعا این اجلاس یک جنگ بود. شما حساب کنید اگر کشور 5 روز وارد جنگ میشد به کشور همسایه، احتمالاً 600 میلیون دلار کمتر خرج می‌ذاشت رو دستمون. و تازه ما برنده هم شدیم چون تلفاتی ندادیم. آقای دکتر، در مورد انزوای کانادا نیز ایشون سخنانی گفتن. چه حدود 2 سال پیش کانادا کاندید شورای امنیت بود، اون 10 عضوی که عضو ثابت نیستن و رأی نیاورد. زمانی که رأی نیاورد پرتغال رأی آورد، کانادا رأی نیاورد. زمانی که رأی نیاورد اتفاقا همین آقای استافن هارپر اون زمان هم نخست وزیر بود و اعلام کرد که ما به خاطر حمایت هامون از اسرائیل بود که رأی نیاورد. نتیجهش این استش که اینها در حقیقت منزوی میشن و در مجامع بین المللی اون رأی رو که باید بیارن نمیارن. کی رأی میاره؟ جمهوری اسلامی رأی میاره، رئیس نم میشه. بله، من در تایید فرمایشات ایشون بگم که ریاست اجلاس عدم تعهد البته دوره‌ای و انتخابی نیست و همه عضوها به نوبت رئیس میشن. البته کانادا 6 دوره و یک بارم به مدت 10 سال عضو شورای امنیت بوده و
دلیل عدم انتخابش در این دوره هم این بوده که بیشتر به مسائل داخلی میپرداخته و نخست وزیرش در مجمع عمومی حاضر نمیشه و از کاندیداتوری کانادا دفاع نمیکنه. جدا از این، کانادا در بین کشورهای غربی بالاترین کمک‌ها رو به فلسطین میکنه و بعد از کنفرانس پاریس تقبل کرد 11% هزینه‌های دولت خودگردان رو پرداخت کنه و البته پرتغال که ایشون فرمودن 2000 هم به فلسطین کمک نمیکنه. پس 99% حرفای استاد ایزدی بی ربطه، ولی این مهم نیست. مهم اون 1% که نتیجه گیری و به قول معروف جان کلامه، یعنی کانادا منزویه و ایران نیست. احسنت. ولی آقای دکتر، اینجوری که دکتر ایزدی میگن مثل اینکه کانادا در دیکتاتوری وحشتناکی هستش. در خورد دولت کانادا رو شما در رسانه‌های کانادایی اگر رجوع بکنید، استفاده از اسلحه، یعنی گلوله های پلاستیکی بر علیه تظاهر کننده ها، که این باعث کور شدن چند نفر تظاهر کننده و مجروح شدن شدید چند نفر از تظاهر کننده ها شد. جریمه هایی رو که اینا بر اساس اون قانون بستن این بود که اگر فردی بیاد و تظاهرات بکنه $2,500 هر مرتبه جریمه میشه. وحشتناکه. فکر کنید کدوم دولتی به مردم خودش شلیک میکنه؟ کدوم دولتی اجازه نمیده مردمش تجمع کنن؟ برخورد دولت کانادا رو با اسلحه و گوله پلاستیکی با مردمش ببینید که حتی بعضیا رو کور کرد. مثلا فرق ایران و کانادا رو ببینید. الان اگه کانادا کسی تظاهرات بکنه اونا $2,500 جریمهش میکنن، اما تو ایران چون مردم توانایی پرداخت $2,500 رو ندارن و گوله پلاستیکی هم دیگه بچه بازی و ایناست، همونجا جریمه نقدی میکنن یا اینکه با وانت ازش رد میشن یا با گلوله واقعی برخورد میکنن. آقای دکتر، این سخنان رو ایشون رو هم با هم گوش بدیم. همونطوری که صهیونیست ها در اونجا حضور دارن و فعال هستن و تاثیرگذار هستن، مسلمان ها هم باید یه مقدار بیشتر فعالیت میکردن. چون کشورهای غربی مثل کانادا، مثل آمریکا، یک ساختار سیاسی خاصی دارن که در نهایت نفوذ در اون امکان داره، چون صهیونیست ها این کارو کردن. از این جهت ما هم باید تو این حوزه فعالیت بیشتری داریم. آقای دکتر، مشخصا چه کسانی باید نفوذ رو انجام میدادن و کمکاری کردند؟ ببینید، ما احتیاج داریم به افرادی که زرنگ هستن، ترجیحاً افراد برجسته که بتونن برن تو دل دشمن در آمریکا یا کانادا، بیشتر از 24-5 سال اونجا باشن، مدرک گرفته یا نگرفته دکتر بشن، بیان اینجا حقوق بگیرن، سمینار بذارن، رئیس بشن و برای ما از بدیهای اون طرف بگن، در حالی که بیشتر وقتشون رو اون طرف میگذرونن، تا مردم بفهمن آمریکا و کانادا چقدر منزوی هن. به نظر من این بزرگترین ضربه است. اما چنین فردی رو با این همه قابلیت از کجا میشه پیدا کرد؟ شما کسی رو سراغ دارید احیانا؟ غیر از همین دکتر ایزدی، یکی دو نفر دیگه هم باید باشن، باید بگریم پیداشون کنیم. من از شما تشکر میکنم. خواهش میکنم، فروگذارم. در این قسمت برنامه توجه شما را به مصاحبه من با توکان استانی جلب میکنم. آقای نیستانی، من مجبورم به شما سلام عرض کنم. سلام. بله، اجبار، منم جواب سلام شما رو میدم. دلایل عمده اصرار کانادا به مهاجرت ایرانی ها چیه؟ البته این به نظر من هستش. من فکر میکنم که دولت کانادا نیتش خیلی خیر نیست در این مورد. عملا یک طرح براندازانه رو داره پیگیری میکنه. دنبال براندازی نرم هستش. میخواد احتمالاً در 10 سال آینده کاری بکنه که تمام مردم ایران اینجا زندگی بکنن، بیان کانادا. عملاً غیر از نیروهای انتظامی کسی تو ایران باقی نمونه، یه تعدادی هم وکیل و وزیر. شما فقط کاریکاتورهای مستحجن بلدید بکشید یا کاریکاتور ارزشی هم بلدید؟ من فقط مستحجن کار میکنم. چقدر با گفته دیپلمات‌های ایرانی در کانادا که خواستار استفاده ایرانی‌های مقیم کانادا از نفوذشون به نفع جمهوری اسلامی شده بودند یا تلویحاً همون جاسوسی خودمونه موافق؟ بله، عرض می‌کردم که به نظر من این مسئله تفاوت فرهنگی کوچیک وجود داره، یعنی باعث سوء تفاهم شده. داستانی هستش که ما در ایران به هر اطلاع رسانی کوچکی جاسوسی میگیم. مثلا خبردار شدن از قیمت مرغ و گوشت و نون و آب و مسکن در کانادا هم میتونه یه جور فعالیت جاسوسی به حساب بیاد. من خیلی معتقد نیستم که برادرای ما در سفارت ایران دنبال جاسوس میگردن. میخوان از قیمت مرغ تو کانادا خبر داشته باشن، نهایتا همین است. صحبت از تفاوت فرهنگی شد.
آیا شما استخر هم میرید؟ چون شنا بلد نیستم متاسفانه محل بروز تفاوت‌های فرهنگی من تو استخرای عمومی نیستش. جناب نیستانی، فکر میکنید دلایل اینکه جمهوری اسلامی رابطه دیپلماتیک خودش رو با کانادا قطع کرده چی بوده؟ و کانادا چقدر از این بابت صدمه میبینه و چقدر میتونه بدون مدیریت جهانی دوام بیاره؟ بله، البته میدونی من تحلیلگر سیاسی نیستم. رفتار دو تا دولت مثل کانادا و ایران مقابل همدیگه بیشتر شبیه یه جور بازی شطرنج میمونه. شما حرکت‌های امروزشون رو باید مقدمه مثلا 10 تا حرکت بعدیشون شاید تفسیر بکنید. شرکت کانادا درای چقدر پول داده تا اسم این کشور رو به نام خودش بکنه؟ و اگر کارخونه ساندیس هم مثلا به اندازه کافی سرمایه گذاری کنه، اسم اون کشور رو میشه کرد جمهوری اسلامی ساندیسی؟ من از نقل و انتقالات مالی بین کانادا درای کانادا خبر ندارم، ولی به تعداد کافی اگه ساندیس به خودم بدن من اسم خودم رو ساندیس میذارم. شما رو نمیدونم. مشکل من این بود که اصلا ساندیس به اندازه کافی بهم ندادن. میدونی؟ اگه به اندازه کافی به هر کسی ساندیسش رو بدن، خب مرض که نداره پاشه بره دنبال کانادا جای دیگه بگرده. فکر میکنید کانادا از این میترسه که بیداری اسلامی به اونجا هم برسه؟ فکر میکنم که کانادا از تنها چیزی که نمیترسه بیداری اسلامیه، برای اینکه در هوای منفی 30 درجه اکثرا ترجیح میدن زیر پتو بمونن مردم بیدار نشن به این زودی. آقای نیستانی، شما به عنوان یک کارتونیست بین المللی و مطرح، چرا کارتون در کیهان که بهترین روزنامه دنیاست چاپ نمیشه؟ اتفاقا اولین جایی که وقتی شروع کردم به کار حرفه‌ای رفتم دنبالش که کار بکنم روزنامه کیهان بود. مشکلی که اون موقع داشتم نتونستم کار بکنم کماکان در سالهای بعدم با من باقی بود. من تعهد کافی برای کار کردن در روزنامه کیهان. پس شما شاگرد آقای شریعت مداری بودین ها؟ اون موقع آقای خاتمی چیز بودن، مدیر مسئول کیهان بودن. اون موقع گفتن تعهد نداری، ظاهرا تعهد کافی نداشتم برای کار کردن در روزنامه کیهان. بیشتر از تخصص، این در واقع اصلا به تخصص احتیاج نیست، بیشتر به تعهد احتیاجه. هنوزم این شرایط رو داره. آیا قبول دارید که آزادی که کارتونیستا و روزنامه نگاران ایران دارن قابل مقایسه نیست؟ کلن قابل مقایسه نیست. دو ساعت هواخوری روزانه، حق اعتصاب غذای خوش، حق ایست قلبی هر وقت دلشون بخواد. من فکر میکنم که این شرایط هیچ جای دنیا تصریح نشده برای روزنامه نگارا و کارتونیستا. چرا دولت کانادا به خاطر قتل زهرا کاظمی از ایران عذرخواهی نمیکنه؟ احتمالا منتظر هر وقت نیکاهنگ کوثر هم کشتن بابت هر دوشون یه جای عذرخواهی بکنه از ایران. فکر میکنید چند تا دیگه مدیر مثل آقای خاوری باید از ایران به کانادا بیان تا اقتصاد اونجا مثل ایران شکوفا بشه؟ هزار نفر دیگه مثل آقای خاوری هم باعث شکوفا شدن اقتصاد ایران نخواهد شد. باید تمام تلاش دولت کانادا برای جذب آقای احمدی نژاد باشه. ایشون وقتی مدیریت بکنن خود به خود امثال آقای خاوری هم تولید میشن، هم تکثیر میشن، هم اقتصاد کانادا شکوفا خواهد شد انشاءالله با می خدا. آقای نیستانی، در آخر از کسی نمیخواین معذرت خواهی بکنین؟ من اگر بدونم که چجوری باید توبه کنم یا عذرخواهی بکنم بابت صحبت کردن با جاسوسای دیگه‌ای مثل شما که دولتمون بپذیره، همین فردا برمیگردم سر خونه زندگی که داشتم در ایران. منتها مشکلی که امثال من در ایران داریم این هستش که بابت گناهانی که در خارج از ایران انجام میدیم به طور مشخص معلوم نیست چه مجازاتی در انتظارمونه. اگر یه لیستی بدن مثلا در حد این که مثلا آقای نیستانی هر مصاحبه با VOA مثلا 30 تا ضربه شلاق داره، 4 تا چک داره، 3 روز انفرادی داره، نمیدونم هر طرحی که میکشی 12 تا چک داره، 2 تا تیپا داره. من آخر سر بعد از 4 سال 5 سال که اینجا موندم میشینم حساب میکنم که مثلا مجموعا من 300 تا چک باید بخورم، 12000 تا اردنگی، نمیدونم 3 سالم باید برم زندان و چیزای دیگه. حالا مثلا اگه کهریزکم بردن ما رو، یه بلایی هم سرمون آوردن، تعداد اونم بالاخره باید معلوم بشه مثلا 15 دفعمون. بعد میشینم حساب میکنم که آیا تحملش رو دارم، میتونم یا نه، وقت میام یا نمیام. اینجوری ممکنه من همین الان فردا برگردم و تو فرودگاه هم هیچ کس تو بهم نگه، چیزی نگه، برم سر خونه زندگی. ممکنه من از که فردا برگردم اصلا به جرم محاربه و اینا بخوان اعدامم بکنن. این بلا تکلیفی بدیه. من همینجا از همه مسئولین جمهوری اسلامی بابت تمام کارهایی که تا الان کردم و منبر خیال دارم بکنم معذرت میخوام. امیدوارم همه مردم و مسئولین منو ببخشن و
تشریف بیارن کانادا. به خدا این بهترین کشور دنیاست برای ما ساختنش. مردم رو نمیگن. اگر اون 100 نفر اصل کاری بیان، تمام 70 میلیون فکر میکنم بتونن راحت برگردن سر خونه زندگیشون زندگی بکنن. همین، حرف دیگه ای ندارم. بسیار متشکر. انشالله خدا شما را به راه راست هدایت کنه. همه رو به راه راست انشالله هدایت میکنم. متشکرم. آقای دکتر محمد رضای رحیمی، سلام. من سامانم. هفته یه پست فیزیکی به یکی از مسئولین میزنم که اونا مثل همه کارهای دیگه که به مردم مربوطه و اینا با دقت و حساسیت ویژه‌ای بهش اهمیت نمیدن. ولی خب من کارمو میکنم و مسئولینم کار خودشونو. راستش مسئولین ایران خیلی با هیجانن. یعنی یکی از یکی ماشاءالله سابقه درخشان تری داره. همچین که آدم باید با عینک آفتابی به سابقهشون نگاه کنه تا چشمش کور نشه. شما اول انقلاب مدتی تو دادستانی و مجلس بودید و در زمان سردار بزرگ سازندگی به استانداری کردستان رسیدید. اون موقع همه حسابی از ایشون حساب می‌بردن و مملکت در بس در اختیار ایشون بود. شما مصمم بودید نردبون ترقی رو دو تا یکی بری بالا. مثل مرد عنکبوتی. برای همین وقتی ایشون برای بازدید اومدن کردستان، شما کشاورزا رو مجبور کردید که تراکتوراشون رو یه جوری پارک کنن که از بالا خونده بشه درود بر هاشمی. فکر کن، به عقل جن نمیرسه چنین تکنیک پاچه خاری. بعدش هم یه کتاب چاپ کردی و دیدار ایشون رو رخداد بی سابقه تاریخ استان کردستان نام گذاشتید و ایشون رو یوسف انقلاب اسلامی نامیدید. انقلابی که یوسفش آقای هاشمی باشه، حتما زلیخاش هم میشه فاطمه رجبی یا خانم دستگردی. چه فرقی میکنه؟ شما در انتخابات سال 76 به عنوان استاندار کردستان چنان انتخاباتی برگزار کردید که کردستان بعد از مازندران که خانه آقای ناطق بود، تنها استانی بود که به ناطق نوری رأی داد. این امانتداریتون در رأی مردم بود که آقای احمدی نژاد رو وادار کرد از شما دعوت به همکاری کنه. البته شما در زمان آقای خاتمی هم بیکار نشسته بودید و از طریق یارغارتون مرحوم کردان در یک حرکت ناگهانی پس از سر زدن به وبسایت دانشگاه بلفور یه شبه دکتر شدید. یعنی همه دانشی که برای دکتر شدن کافی بود در یک شب به شما و دکتر کردان و دکتر دانشجو و بقیه دکترها نازل شد. شما بعد از اضافه شدن به دولت احمدی نژاد تازه قابلیت‌های نهفته خودتون رو کردید و تو پاچه خاری همه رو سه هیچ زدید، سوس کردید، رفت به کارش. مثلا یه جا گفتید اگر قرار بود بعد از حضرت محمد پیامبر دیگه بیاد، قطعا اون احمدی نژاد بود. مطمئنم خودش باورش شد، نه؟ البته این حرکت شما جواب داد و سریعا از معاونت پارلمانی به معاون اولیه رئیس جمهوری رسیدید و مثل رئیس جمهور با ادبیات دیپلماتیکیتون کلی برای مملکت آبرو خریدید. مثلا گفتید انگلیس‌ها اصلا آدم نیستن، یا مواد مخدر به خاطر تعلیمات کتاب مقدس یهودیان. شما آدم با معرفتی هستید و وقتی مجلس خواست رفیقتون آقای کردان رو استیضاح کنه، شما با اون خط خوبتون برای نماینده های یکی 5 میلیون چک نوشتید و نمایندگان غیور هم طرح استیضاح رو پس گرفتن تا نشون بدن حقوق مردم رو با هیچ چیز عوض نمی کنن جز با یه فقره چک خوشخط. شما در سال 88 که همه نگران دموکراسی و انتخابات و اینا بودن، دست از تلاش نکشیدید و نذاشتین حواستون با شلوغی های مردم پرت شه و به کارتون ادامه دادید. شما تو خیابون فاطمی با رفیقاتون با استفاده از بیمه ایران خودتون و خاندان و رفقاتون و آشناهاتون رو بیمه کردید و اسم اکیپم گذاشتین حلقه فاطمی. شما همچی به بیمه ایران رسیدگی کردید که کنترل پرید و حکومت ناچار شد همه اعضای حلقه فاطمی رو بگیره، همه غیر از یه نفر. البته بعضی میگن پرونده شما رو نشد که شما پرونده آقای پرمحمدی رو نکنی، که اون وقت پرونده آقای فلاحیان هم رو میشد و ایشون مجبور میشد پرونده آقای یزدی و واعظ طبسی رو کنه، که بعد حتما پرونده آقای هاشمی رو میشد، که به تلافی پرونده محمد جواد لاریجانی باید رو میشد، که بعد پرونده رئیس جریان انحرافی که پرونده مجتبی خامنه‌ایه. نفس کم آوردم. خلاصه بهتره که هیچی رو نشه فعلا. راستی آقای دکتر، چجوریه که تو حکومت ایران به جای جریان لیبرال و سوسیال و حزب دموکرات و اینا که تو حکومت‌های همه دنیا هست، ما به جاش حلقه حقانی و باند سعید امامی و جریان انحرافی و هیئت مرگ و اینا داریم؟ بیشتر شبیه دسته سیسیلیا و گنگ آف نیویورک و نمیدونم 12 مرد خبیث و اینجوری ها شده. خب آقای دکتر، بیشتر موزمتون نمیشم، میدونم سرتون فوق العاده شلوغه.
خودم رو خلاص میکنم. خدا حافظ شما. یا حق سامان. مرسی که با ما بودین تو این 30 دقیقه گذشته. تا هفته دیگه میبینیمتون. این فیسبوکمونه و از همه بچه های آنتن تشکر.